10% هنر 90% اخلاق، احتیاطاً اینجوری بگیم. من به نظرم رسید که این حرف دقیقی نیست. اگر از من سوال کنن من میگم 100% هنر و 100% اخلاق، اینا با هم منافات ندارن. 100% کار رو با خلاقیت و هنری باید ارائه داد و 100% او رو پر کرد و انباش از مضمون عالی و تعالی بخش و پیشبرنده و فضیلت ساز. اونی که دغدغه برخی آدم های دلسوز در زمینه مسائل هنری است این است که ما به بهانه آزادی تخیل یا آزادی هنری فضیلت سوزی نکنیم، هتک فضیلت نکنیم، هتک اخلاق نکنیم. این مهمه، این بسیار مهمه. برابر این هنر متعهد یک واژه درسته، هنر متعهد یک حقیقته، باید به او ما اقرار کنیم. نمیتوان راها و یله و بی هوا و دنبال انگیزه های روز به روز و احیانا انگیزه های پایین و پست یا ناسالم دنبال هنر رفت و طرفراز بود. جنازم را برای خوص دادن مهیا کردند. هنر دینی اون است که بتوانه اون معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر او در بین انسانها همت گماشته و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده، او رو بتوانه منتشر کنه، نشر بده، جاودانه کنه، در ذهنها ماندگار کنه. این معارف معارف بلند دینی است. خیلی خب بس. خب آقای سجاد همینجوری دوباره میتونی یک بار دیگه بگیم ازت؟ بیا بالای هوایی بگیر. خب سجادی آقا خیلی بود. امام صادق میگه تو میبینی آب میریزن ولی رو بدن گناهکارا آتش میریزن، آتش میریزن. گناهان از من سر زد و مهلتم دادی، دعا کنم آمرزیده بشم. چه گناهی کرد؟ حق به مغفرت با منو میبخشه. امان از مفرد، وای بر بی خبری من، وای بر عمر حضر رفته من. تمام شد، تمام. چه کوشش های بیهودهی که نکردم. ای کاش برای امروز خودم را آماده کرده بودم. اینا اون حقایقیست که گفتم همه پیامبران الهی برای آوردن این حقایق به میان بشر و زندگی بشر این بارهای سنگین رو تحمل کردن. نمیشه ما اینجا بنشینیم قرنهای طولانی تلاشهای زبدترین انسانهای عالم که مصلحان و پیامبران و مجاهدان راه خدا بوده اینو تقطعه کنیم و نسبت به اون بیتفاوت بگذاریم. هنر دینی اونیست که این معارف رو منتشر میکنه. ما از انبیا و اوصیا اگر دور شدیم گرگهای داخل و خارج خوردن ما را. هر کدوم شبیه تریم به انبیا و اوصیا و وصی وقت صلوات الله علیهم، آها به هدف نزدیک تریم. نمیخواستم گناه کنم، خدایا نمیخواستم دل مهدی رو بسوزونم. خدا شیطون فریبم داد، نفسم منو بیچاره کرد. خدایا خودت میدونی من حسین تو دوست دارم، خدا میدونی من زهرا رو دوست دارم. خدا من نمیخوام گناه کنم، تو دستمو بگیر. حسین جان من برای شما خیلی گیری کردم، به بزرگواری و آقایی شما امیدوارم. هر کدوم از این وصیت، از این متروک که ثقلین باشد دوریم، از خدا دوریم.
هرچه ما نزدیکیم به این دو ثقل که قرآن و اکرت باشد به خدا نزدیکتری. خدای ما خدای عصبانی نیست. امیرالمومنین به ما یاد داده خدا کیه. یا سری الرضا الان اگه با گوش دل بشنوید ملائکه بهت میگن لبه سل حاجتک، یعنی هرچی میخوای به خدا بگو. فقط این خدایا چون تو خودت گفتی بیای تو توبه کنی، منم میگم الهی علی. سپس آن را کفن پوش کردن و در تابوت قرار دادن. هنر دینی عبارت است از اون هنری که بتوانه مجسم کننده و ارائه کننده آرمانهای دین اسلام که البته برترین آرمانهای ادیان الهی است باشه. این آرمانها همون چیزایی است که سعادت انسان رو تأمین میکنه. این میشه هنر دینی. خدایا با زندگی مرگ آشنا بودم، اما باور نمیکردم چقدر عمرم زود گذشت. حقوق انسان، حقوق معنوی انسان، اعتلاء انسان، تقوا و پرهیزگاری انسان، عدالت جامعه انسانی، اینا این هنر دینی. آی صدیقی به صحنه داشته باشه. آی صدیقی آی صدیقی آی صدیقی آی کشتن فردا داشته باشه. من بارها از اعماق دل قلبم بر این جوانهای مؤمن و انقلابی سوخته و گداخته. بارها تأسف خوردم که چرا باید این جوانهای به این خوبی هیچیشون از اون کسانی که در یه جاهایی حالا به عنوان هنرمند معروف شدن، از اونها در بسیاری از امور خیلی هم بهترن، به اینا بی‌اعتنایی میشه. آخر چرا؟ وقتی که درست مطلب رو انسان کاوش میکنه میبینه عجب سررشته میرسه به یک اراده خباثت آمیزی در یه نقطه‌ای. مسئولین هم متوجه نیستن، مسئولین فرهنگی مردمان خوبی هستن، توجه ندارن در سطوح بالا به کارهایی که در سطوح متوسط انجام میگیره.